بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین. از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده فرمودن قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلت. قلب کودک مثل یه زمین بکر میمونه، اون چه که کشت بکنیم، اون چه که القا بکنیم به کودک میپذیره. در این راستا والدین وظیفه دارن مجموعه ای از مسائل لازم، مجموعه ای از آموزش های لازم رو برای فرزندانشون داشته باشن. یکی از اینها آموزش قرآنه که در روایات مختلف فرمودن حق فرزند گردن پدر مادر که قرآن یادش بدن، یعلمه القرآن، قرآن بهش یاد بدن. امیر المؤمنین علی علیه السلام در سخنی به امام حسن مجتبی فرمودن اولین وظیفه من اینه که قرآن رو بهت یاد بدم، کتاب الهی رو بهت آشنا کنم. دست بی وضو زدن به قرآن برای مکلفین بدون وضو حرامه، اما به خاطر اینکه بچه آشنا بشه با قرآن میگن دست بی وضو هم هست اب نداره، تا زمانی که حد که به قرآن نمی کنه بذار با قرآن آشنا بشه، بذار با قرآن آشنا بشه. این یک وظیفه است، آموزش قرآن. از آموزش دیگه این که آموزش واجبات. رسول خدا دیدن یه سری کودکان بازی می کنن، فرمود ویلون لأولاد آخر زمان. سوال کردن از چه جهت شما این هشدار رو میدی، احساس خطر رو میکنین؟ فرمود من آبائهم، کدوم پدران؟ فرمود من آبائهم المؤمنین. چرا؟ لا یعلمونهم شیئا من الفرائض. پدر مادرها نسبت به واجبات فرزند بی تفاوتن که این واجبات رو یادشون بدن. حالا این واجبات چیا هست به تناسب سنی کودکان خوبه ما یادشون بدیم؟ واجبه که نماز یادش بدیم. به هر صورت این مراحل اینجوری نیست که بالغ بشه بعدن ما نماز یاد بدیم آیا بپذیره یا نه. حالا که پذیرش داره نماز یادش بدیم، مقدمات نماز رو یاد بدیم، مثلا وضو رو یاد بدیم. اصلا از جزء چیزایی که به عنوان مقدمات نمازه پاکی و نجسی یاد بدیم، این نجسه، این پاکه، این تمیزه، این کثیفه، کثیفی و تمیزی، نجسی و پاکی، این چیزا رو آشنا بشه. حلال و حرام جزء واجبات، این حلال، این حرام. یعنی الان در گذشته پدر مادران گاهی کوچکترین چیزی که بچه تصرف میکرد در مغازه یا یه چرخی میوه فروشی دست میزد میگفت نه پسرم دخترم من الان میخرم برات، دست نزن، حلال بخور، حرامو نخور، حق و ناس یادش بدن. موضوعاتی که این بچه با این آموزش ها بار بیاد فردا مشکل برای اجتماع و خانواده ایجاد نکنه. از این آموزش هایی که به عنوان واجبه حجابه. گاهی مادران بعد از مدرسه مهمانی میخوان برن، این دختری که مدرسه با روپوش رفته ور میداره با سلخ میبره مهمانی، سلخ میبره بازار، تو وظیفه داری حجاب یادش بدی نه که حجاب ازش برداری. تو مهمانیات، حتی تو زیارت، به هر صورت این یه روزی باید حجاب یاد بگیره. کی باید یاد بگیره؟ آموزش محرم و نامحرم. بچه داره کم کم به سن بلوغ میرسه بدون کی محرمه کی نامحرمه. یعنی الان بستگانی هستن، رفت آمد دارن، پسرخاله، دخترخاله، درست نظر عاطفی توی خانواده با هم ارتباط دارن ولی خط قرمزا رو به رسمیت بشناسن، یه اینجور وظیفه‌ای دارن، ادب یاد دادن. بچه کی باید سلام رو یاد بگیره، کی ادب رو یاد بگیره؟ از یه پدر مادر بددهن چجوری میخواد ادب یاد بگیره؟ اول اون پدر، اون مادر باید نسبت به ادب خودش بیشتر تلاش کنه و بعد به بچه ادب رو یاد بده. و امثال اینها که روزای بعد بازم عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.